آموزش وارد کردن فایل صوتی و کار با رادیو باتن ها در نرم افزار استوریلایت. در اینجا من یک پیش نمایش از پروژه که ساختم رو براتون به نمایش درآوردم. مشاهده میکنید که این پروژه داخلش دو تا رادیو باتن قرار گرفته که اگر بر روی هر یک از اونها کلیک کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اگر بر روی رادیو باتن مربوط به پخش صدا کلیک کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. بسم الله الرحمن. و اگر بر روی رادیو باتن مربوط به قطع صدا کلیک کنیم صدا قطع میشه. در بسیاری از محتواهایی که ما در نرم افزار استوری لاین میسازیم این رادیو باتن ها کاربردی هستند و همچنین مانند این فایل لازم هست که فایل صوتی رو وارد کنیم. حالا میخوایم این دو کار رو در قالب ساخت این پروژه یاد بگیریم. من از حالت پریویو خارج میشم، وارد حالت اسلاید ویو میشم تا کار رو آغاز کنیم. ابتدا لازم هست یک اسلاید خالی درج کنم از فربرگ هوم بر روی نیو اسلاید و سپس یک بلانک اسلاید یا اسلاید خالی رو انتخاب میکنم و اون رو درج میکنم. حالا لازم هست که تصویر مربوط به صدایی که قرار هست پخش بشه رو وارد کنم. از فربرگ اینزرت Picture چون در قالب یک تصویر هست. Picture from file و انتخاب میکنم بر روی Open کلیک میکنم. اون رو میکشم سمت چپ تا بتونم آبجکت های رادیو باتن رو در این قسمت قرار بدم. میتونیم البته قدری هم اون رو بزرگتر کنیم. حالا از فربرگ Insert بر روی Input کلیک میکنم تا به رادیو باتن ها دسترسی داشته باشم که انواع مختلفی به لحاظ ظاهری شکل و اندازه دارن. من این نمونه رو انتخاب میکنم. دو تا از اون احتیاج دارم، بنابراین اون رو کپی میکنم و پیست میکنم با فشردن دکمه های ترکیبی کنترل و وی. برای اینکه بتونیم متن رو داخل اونها وارد کنیم کافی است که برای اونها دبل کلیک کنیم و در اینجا مثلا من میخوام متن قطع صدا رو وارد بکنم. پس از اون نوبت به رادیو باتن بعدی میرسه که میخوام پخش صدا رو در اونمون تایپ کنم. پخش صدا. حالا تمامی آبجکت هایی که لازم داشتم آماده هستن و باید تنظیمات مربوط به پخش صدا رو انجام بدم. حالا لازم هست فایل صوتی رو وارد کنیم. برای این منظور کافی است از فربرگ اینزرت بر روی آدیو کلیک کنم و آدیو فرام فایل رو انتخاب کنم. فایل مورد نظر رو انتخاب میکنم و بر روی اوپن کلیک میکنم. در اینجا مشاهده میکنید در گوشه پایین سمت چپ فایل صوتی درج شد. اما یک نکته وجود داره. اگر من به همین حالت در لایه اصلی فایل صوتی رو وارد کنم به محض باز شدن نرم افزار صوت پخش میشه. من اینو نمیخوام. من میخوام با کنترل بر روی رادیو باتم ها، یعنی اینکه مثلا وقتی کاربر روی پخش صدا کلیک کرد پخش بشه و در غیر این صورت پخش نشه. بنابراین اون رو از اینجا کات میکنم و در یک لایه جدید اون رو پیست میکنم. از فربرگ اینزرت اسلاید لایر یک لایه جدید ایجاد میکنم و با فشردن دکمه ترکیبی کنترل وی فایل صوتی در لایه قرار میگیره. من به لایه جدید برمیگردم تا تنظیماتم رو ادامه بدم و انجام بدم، چون میخوام کاربر وقتی که روی پخش صدا کلیک کرد اون فایل به صدا در بیاد. بنابراین بر روی رادیو باتن مربوط به پخش صدا کلیک میکنم، سپس بر روی قسمت تریگر یا در اینجا در بالای صفحه و یا در قسمت پنل مربوط به اون بر روی Create a new trigger کلیک میکنم. کاری که قرار هست انجام بشه این هستش که هنگامی که کاربر بر روی رادیو باتن پخش صدا کلیک کرد لایه‌ای که در اون فایل صوتی رو درج کرده بودیم به نمایش در بیاد یا نشون داده بشه. بنابراین اکشنمون شو لایر میشه. شو لایر رو انتخاب میکنم. لایه‌ای که باید نمایش داده بشه لایه یک هست و هنگامی که کاربر کلیک میکنه بر روی رادیو باتن شماره یک که به درستی انتخاب شده به صورت پیش فرض، چون ما برای اون کلیک کرده بودیم، و بر روی اوکی کلیک میکنم. حالا میریم سراغ تنظیمات مربوط به رادیو باتن دومی
بعد بر روی Create a new trigger کلیک میکنم. اکشن رو این دفعه باید Hide layer انتخاب کنیم، چون میخوایم دیگه لایه مخفی بشه و صدا قطع بشه. لایه رو لایه یک انتخاب میکنیم زمانی که کاربر کلیک کرد و آبجکتمون هم دکمه رادیویی دوم هست و بر روی اوکی کلیک میکنم. حالا میریم و یک پیش نمایش از پروژمون میگیریم تا ببینیم تنظیماتی که انجام دادیم به درستی اعمال شده یا خیر. لازم به ذکر هست که اگر بخوایم همین اسلاید نمایش داده بشه، میتونیم از قسمت ویو، سربرگ ویو، بر روی پریویو کلیک کنیم و گزینه دیس اسلاید رو انتخاب کنیم. در غیر این صورت به صورت پیش‌فرض اسلاید اولیه به نمایش در میاد. من دیس اسلاید رو کلیک میکنم. اسلایدی که ساختیم به نمایش در اومد. میبینیم که هیچ صدایی پخش نمیشه. حالا بر روی دکمه رادیویی پخش صدا کلیک میکنم ببینم چه اتفاقی میفته. بسم الله. حالا بر روی دکمه رادیویی دوم اگر کلیک کنیم صدای پخش شده قطع میشه. در قالب این آموزش تونستیم یاد بگیریم که چطور میتونیم یک فایل صوتی رو به پروژمون اضافه کنیم و همچنین تونستیم یاد بگیریم که چطور میشه با دکمه های رادیویی به عنوان یک آبجکت تعاملی کار کرد.